در نام قدوس عیسی مسیح خدمتتون میام. الاتان باغستانی هستم و خوشحالم که میتونم با یک برنامه دیگه تحت عنوان مشارکت در خدمتتون باشم. مشارکت که با شما و خادمینی که شما دوستشون دارید و خیلی هم ممنون هستم از تک تک خادمینی که در این 3-4 هفته گذشته افتخار دادن که با همدیگه تونستیم به منزل‌های شما بیایم. در ایامی که این اپیدمی واقعا ناجوانمردانه داره مردم رو آزار میده، اذیت میکنه، میدونم که بسیار از شما روزگار چندان خوشی رو ندارید، ولی در منزل هستید، با خانواده هستید، یا اگه تنها هستید، میشناسم بعضی رو که در تنهایی هستن. این برنامه امیدوارم که بتونه باعث برکتتون بشه. ببینید خادمیتون چطور هستن، قلبشون چجوری هستش، ببینید که پیغام اونها از طرف خدا برای شما چی هستش. و خیلی خوشحالم که ما رو میپذیرید، برنامه ما تشریف میارید. شما هم اکنون میتونید برنامه رو در یوتیوب ما ببینید، در فیسبوک ما ببینید و در اینستاگرام ما ببینید، که در واقع خدمتی که میتونیم انجام بدیم. لطفاً به دوستان دیگه بگید تشریف بیارید. امروز مهمان خیلی عزیزی داریم که چند لحظه دیگه ایشونو معرفی میکنم، ولی قبل از اون میخوام چند تا آیه براتون بخونم پیرامون پیغامی که یک شنبه موعظه کردم در کلیسای متحد ایرانیان و این دو روزه با قلب خود من خیلی صحبت میکنه. حضرت داوود در مزامیر 86، مزبور 86 آیه 16 میگوید روی به سویم بگردان، به خدا رو حرف میزنه، روی خودت رو به سویم بگردان، یا چشمانت رو به سویم بگرده و مرا فیض عطا فرما، قوت خیش را به خدمت گذارت عنایت کن و پسر کنیزت رو نجات بخش، مرا نشانی از احسان خود مرحمت فرما تا نفرت کنندگانم ببینن و شرمنده شوند. خیلی خوبه که این روزها طبق مزمور 123، طبق همین دوتا آیه که براتون خوندم، از خدا بخوایم که به ما کرم کنه، به ما فیض بده، نه فقط ما رو از این اپیدمی آزاد کنه، نه فقط در واقع ما رو یاری بده، بلکه با ما سخن بگه. من این روزا خیلی دعای من برای خودم، برای خانوادم، برای بچه‌هام، برای عزیزانی که خدمتشون میکنم این است که ما روی خدا را ببینیم. مطمئنه از این ویروس به زودی خلاص میشیم، آزاد میشیم. تجربه تاریخ اینو میگه که اتفاقات زودگذر هستن، ولی مهمه که صدای خدا رو کلیسا بشنوه. من به طور خاص میخوام تشکر کنم از تمام عزیزانی که دارن زحمت میکشن، چه خادمین مسیحی در این روزها کنار مردم و کلیساشون هستن، چه پرستاران، پزشکان، متخصصی که بیش از همه در صف اول قرار گرفتن، جونشون رو در کف دستشون قرار دادن و دارن جامعه و مردم رو خدمت میکنن، علی خصوص ایرانی ها رو. واقعا ممنون هستیم از شما. کاش که صدای بزرگی داشتیم، از شما تشکر میکردیم. ولی هم که گفتم، امروز یکی از دوستای خیلی خوبم که بیش از 20 سال همدیگه رو میشناسیم در همین آمریکا، از ایران هم یه جورایی فکر کنم یادم میاد که میشناختیم، ولی برادر عزیز ما که همیشه لطفشون با ما بوده، محبتشون بوده و خدمتشون مبارکه و بسیار از شما از خدمتشون برکت میگیرین. خیلی ممنونم برادر فیروز، تشریف آوردی. درود بر شما کش فیروز. درود بر شما برادر الناتان عزیز و همه مخاطبین برنامه خوبتون. خیلی ممنون هستم از دعوتی که کردین، باعث افتخار و خوشحالی است در معیت شما باشیم. عزیزم، من یادم 20 سال پیش که هم میگرد در لس آنجلس دیدیم، شما عینک نداشتی، ولی سنه داره میره بالا و اون موقع برادر جان خیلی چیزای دیگر هم استفاده نمی کردیم که در ایام پیری داریم میکنیم. پیر نشدی، ولی خدا رو شکر که برای کار خدا که میدونم خیلی سختی ها بوده و کم و بیش خبر دارم، استادید و رفتید جلو و خدا شکر میکنم برای خدمت شبانی، برای خدمات که انجام میدید که در واقع بسیار از اون بهره برم. مرسی که پذیرفتید به این برنامه بیایید و بتونیم دقیقه از شما برکت بگیریم، دوستان ما چهره ماه شما رو ببینن. خانواده خوبن همه؟ خدا رو شکر همه خوبن، همه خوب هستن، خدا رو شکر. فیض مسیح. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خیلی خوشحالم که واقعا این اتفاق میفته، به فیض خدا که این ایام تموم بشه بتونیم از نزدیک هم همدیگر ببینیم و به حال یک دیداره تازه بکنیم روبرو. به فیض خدا، به فیض خدا. آمین، آمین. خب بعد فیروز، البته میگم شما رو افراد میشناسن، ولی خوب میشه کمی در مورد خدمت فعلیتون به بیننده ها بگید، به عزیزانی که در این برنامه هستن توضیح بدید که در حال حاضر چیکار میکنید و اگر
هرچی که لازم مردم بدونن خوشحال میشم که اینو عنوان کنیم. در حال حاضر به خاطر مسئله کرونا کلیسا خب از تجمع خودداری کرده و الان گمان میکنم ماه دوم هستیم، داریم وارد ماه سوم میشیم که این اتفاق افتاده. بنابراین تمام سرویس های کلیسا از طریق آنلاین داره پخش میشه. طبق معمول سنواتی برادر جان دو تا سرویس داشتیم ما. جلسات بایبل استادی هست که روزهای یک شنبه قسمت اول جلسات ما رو تشکیل میده و قسمت دوم جلسات پرستشی کماف سابق اون رو داریم. یه برنامه جدید هم اضافه کردیم از طریق زوم که داریم با همه خانواده ایماندار در کالیفرنیا با همدیگه در ارتباط هستیم که خدای نکرده این ندیدن و دور هم جمع نشدن باعث دلتنگی و باعث افسردگی خیال نشه و از این طریق هم میتونیم یک برنامه داریم به عنوان برنامه چای شیرینی، البته مجازیه، نمیدونم چقدر، تا الان که من هیچ لذتی از این چایا و شیرینیایی که دوستان اون طرف خوردن من نبردم، ولی دیگه بهترین کاریه که میتونیم تو این موقعیت ها انجام بدیم و از مشارکت همدیگه کلیسا لذت ببریم. اینا کارهایی که در حال حاضر داریم میکنیم. جالب، برادر ما اشکانم در کلیسای جدید تاسیس متحده ایرانیان که منم بخشی از اون هستم در واقع برنامه درست کردم به نام مهمانی مسیحی، هم چیزی سه شنبه شبا است و همش اصرار میکنه چای بخوره، بعد چای بزرگ. دیروز به اشکان میگم، روز دو روز پیش میگم اشکان جان میدونی من از ساعت 3 بعد از ظهر کافئین بخورم نمیتونم، میگه شب بخوابم چای تو مصروف محرومم، میگه که ببین این دفعه میگم که آب بخورید. ولی جالب این موضوع چای شیرینی یه چیزی که حتی ایرانی ها از طریق اینترنت هم با هم میگه راجبش صحبت میکنن. مهمانی های این دوره خیلی خوب شده، به نفع صابخونه شده، چون هیچ گونه پذیرایی از مهمان نمی کنن. همه مخارج گردن خود مهمانه. اونم چایشینی ایرانی. بله. ما تو این آمریکا دیگه داریم عادت بکنیم با این چای نپتون و از این چیزا، ولی چایی که ایرانی ها دمش بکنن و چینی ایرانی واقعا کاملا درسته با هم جذب بکنن. ولی من دیدم که شما یک شنبه ها برنامه کلیسایی رو از طریق اقلا اینستاگرام دیدم در محل کلیسا انجام میدید، درسته؟ بله همونطور که عرض کردم خدمتون، اعضای کلیسا حضور ندارن، ما خودمون لایو در کلیسا برنامه رو انجام میدیم و به این طریق به خونه های عزیزان میدیم. چه خوب. پس عزیزان میان و بهره رو میبرن، فیض رو میبرن و به فیض خداوند که این ارتباطات برقراره. بله، قرار بر این استش که همه سر ساعت درست همونطوری که در کلیسا حاضر میشدن، این بار منتها در خانه های خودشون حاضر میشن و همه با هم دستهای خودمون رو به سوی آسمان برای پرستش و شکرگزاری و تقدیم هدایای قربانی لبها به حضور خداوند ببریم. سر ساعت هم همه حضور پیدا میکنن. خوشبختانه یکی از اقداماتی که کلیسا داره انجام میده، معمولا چون اینجور چیزا پیش میاد وقتی که دیگه تو خونه هستیم میگیم حالا دیگه با بیجامه شرکت بکنیم، ولی عزیزان خیلی متعهدانه هم با لباسهای به قول معروف مرتب و منظم و سر وقتم میان و در حضور خدا. این کلیسا متعال، هر کسی در خانه خودش دیگه. آره، یاد کشیش یوسف عزیز افتادم که پیش خداوند، نمیدونم شما هم ایشون از نزدیک میشناختید. ایشون من نایده بودم، میگفتن که وقتی میرن، اون موقع ریش داشتن تو ایران، وقتی میرن به حضور خدا دعا میکنن اطرود کلا میزنن، لباس شیک میپوشن، شدن بردیدواد کت شلوار پوشه میره به حضور خدا دعا میکنه. امیدوارم عزیزان که این روزا در خانه هستن این به حال چیز نشده باشه که حالا که خودمون میگه تخمم بشکنیم دیگه. اون حرمت خدا، احترام خدا بذارم. ولی واقعا از طرف دیگه خیلی جالبه، من بعضی وقتا تو این دو سه هفته فرصت شده به بعضی از این کلیساها سر زدم، نشستم موعظه رو گوش کردم. قبلا نمیتونستیم این کارو بکنیم چون به سرویس اسپانیش هم میرفتیم و اونجا ترجمه میکردیم، ولی خیلی برکت گرفتم. خوشحالم که همونطور که یکی از خادمین گفتن که در کلیسا هیچ وقت بسته نمیشه و این 2000 سال تجربه کلیسا میره به ما نشون میده که هیچ کس نمیتونه جلو در کلیسا رو بگیره و بنده، و خوشحالم که این خدمت داره بره جلو.
آمین، کاملا با شما موافقم. آمین آمین آمین. خب پس کلیسا برقراره. راجب خدمات دیگه الان میخواد بگید یا آخر سر میخواد بگید؟ خدمات دیگه برادر جان، ما طبق همون روال قدیمی از وبسایتمون داریم استفاده میکنیم که وبسایت محبتمسیح.com هست که دروس الهیات رو داریم اونجا پخش میکنیم. به حضور شما عرض شود که اونچه که امروز فشار رو یعنی کلیسا بر این قسمت بیشتر گذاشته که بتونیم مفید باشیم در امر بشارت دادن و رسوندن پیغام محبت خدا به مردم. آمین. و از طریقهای از طرق مختلف و دیگه الان دیگه همه چیز به صورت آنلاین و از طریق اینترنت داره انجام میشه که چقدر هم اتفاقا مفید و باعث برکت شده برای خیلی ها. کارهایی که داریم میکنیم به همین صورت و روی این منوال داره جلو میره که دعا میکنیم خداوند فیض بده تا جماعت فارسی زبان در سراسر دنیا هر جا که هستن پیغام مسیح و محبت خدا رو بشنون، اون رو درک بکنن و نسبت بهش ریسپاند یا جوابگویی و پاسخگویی داشته باشن. آمین آمین آمین. یادمه که وقتی وبسایت محبت رو رامین ناختید، محبت.com یا .org .com رامین ناختید و خوشحالم که هنوز ادامه داره. بعدا شبکه محبت هم به وجود اومد، بعد محبت نیوز اومد، الانم کلیساهای محبت مختلفی رو میشناسم که عزیزان در سراسر دنیا دارن که اتفاقا به یک از این کلیسا باید سر بزنم و خدمت کنم و خدا شکر. پس محبت.com عزیزان میتونید تشریف ببرید نگاه کنید و مسلما خیلی از اطلاعات که احتیاج داره کشف فیروز و خدمتشو بدونید و اونجا میتونید مشاهده کنید. ولی بعد از فیروز شما به عنوان خادم خدا با نگاهی که به کتاب مقدس دارید، میدونم که مرد کتاب مقدس هم هستین، این شرایط رو چگونه ارزیابی میکنید؟ این شرایط سختی که مردم باش سر کار دارن. ببینید قطعا میدونم که شما در مورد ویروس کرونا دارید صحبت میکنید و ما با مشکل بزرگی روبرو شدیم که به جرأت میتونم خدمت شما و مخاطبینتون عرض بکنم که دیدگاه اکثر مردم رو نسبت به خیلی چیزها عوض کرده. یعنی اون دیدگاهی که در گذشته افراد نسبت به امور مالی یا امور تجاری یا تحصیلات یا آینده سازی یا آینده نگری یا برنامه های این چنینی در زندگیشون داشتن به طور قطع تغییر پیدا کرده، عوض شده، اون دیدگاه رو از دست دادن. این نکته اول هست که گمان میکنم که خیلی قدرتمند در این روزهای کرونا زده ما دچار شدیم. نکته دوم تأثیر روحی روانی مسئله هست از آینده نامعلومی که همه پیش روی خودشون دارن و در واقع رویارویی مردم با دشمن نامرئی هستش که خیلی به سختی از عهده روبرو شدن باهاش دارن برمیان و شاید به جرأت گفتش که هیچ موازنه قدرتی در این ترازو وجود نداره. و این دو مسئله اصلی که عرض کردم خدمتتون به اعتقاد من باعث شده که دیدگاه عوض شده و دیدگاه رفته به چیزهای مهم، یا اون دیدگاهی که قبلا نداشتیم الان مردم خیلی جدیتر این دیدگاه رو دارن و دنبال میکنن. به لحاظ رویداد همین اتفاقات گوش مردم الان و چشم مردم باز شده و دل مردم بیشتر گرایش پیدا کرده به خدا، چون مسئله اصلی رویارویی ما در برابر معضل مرگ و بیدفاع بودن، واقعا بیدفاع بودن ما در برابر یه ویروس بسیار بسیار ناچیز ولی قدرتمند، این رو به ما داره ثابت میکنه، به مردم داره ثابت میکنه که ورای همه این حرف ها مسئولیت های ما قرار داره.
و کمک داره میکنه که مردم این سوال در ذهنشون به وجود بیاد که خب نتیجه همه این تلاش هایی که در زندگی هر کسی کرده و این به قول معروف بدو بدو هایی که کردیم کجا رفته، به کجا داره ختم میشه، چه چیزی داره آینده ما میشه. چون میگم الان دنیا با صحنه خیلی ترسناک و جدی روبرو شده. من آمارها رو مرتب دنبال میکنم، همونطور که میدونم شما هم دنبال میکنید. روز جمعه هفته گذشته فقط در ایالت نیویورک در یک روز نزدیک 300 نفر جان خودشون رو از دست دادن و مقامات کالیفرنیا و مقامات دولت فدرال همین یکی دو روز گذشته اعلام کردن که اگر وضعیت بخواد آزاد بشه یا حداقل بخوایم بعضی از بیزنس ها رو بازگشایی بکنیم و با این ترتیب مردم اگر بخوان به بی‌ملاحظگی رفتار کردن خودشون ادامه بدن، ما کارمون به جایی خواهد رسید که روزی 10,000 نفر رو از دست خواهیم داد. و خب این مسئله بسیار تلخ و دردناک و وحشتناکی است برای دنیایی که میگم یکی از غمگین ترین روزهای عمر خودشو داره پشت سر میذاره. چون خب همه ما برادر ناتان بالاخره در جایگاهی قرار خواهیم گرفت که رویاروی مرگ خواهیم شد، ولی این مرگ مرگ حزن‌انگیزی است به دلیل اینکه طرف موقع وداع هیچ کس بالای سرش نیست که حداقل دست او رو بگیره، یه ابراز محبت و عشقی بکنه. در تنهایی از دنیا میره، در تنهایی و بدون هیچ گونه مراسمی هم معلوم نیست به کجا به خاک سپرده میشه، جمعی میبرنش. میخوام بگم خیلی تأسف بار یه همچین مسئله، و این مسئله تأسف بار امروز چشم خیلی ها رو باز کرده روی این نکته که خب نتیجه این زندگی چی بوده و ما کجا داریم میریم، نتیجه همه این بدو بدوهایی که کردیم به کجا داره میره. و الان چشم و گوش ها باز شده به شنیدن کلام خدا. من خیلی علاقه و اشتیاق میبینم در میان ملت خودمون، من به دیگران حالا کاری ندارم، قطعا اونها هم در جایگاه خودشون با خادمینی که خدا برای اونها قرار داده یه همچین مسئله و رویارویی رو دارن، ولی ما به عنوان ایرانی من کاملا میبینم که برخوردها تغییر کرده، گوش شنوا بیشتر شده، علاقمندی زیادتر شده و دل این که میخوان بفهمن حقایق رو و اینکه نقشه خدای واحد حقیقی و خدای زنده که در کتاب مقدس خودش رو معرفی میکنه برای انسان چی. من فکر میکنم اینها مهمترین نکاتی هستش که در این روزها ما باهاش درگیریم. آره نکات خیلی مهمی هست. البته خب اینجور موضوعا باعث شده خیلی هم بترسن. یعنی من وقتی با تلفن با مردم صحبت میکنم میبینم که واقعا همون روحیه قبل از ویروس رو ندارن. خوشبختانه در منزل ما همچین روی حاکم نیست. بعضی وقتا شده از خواب پاشدیم یه لحظه چیزی اومده به ذهن که چه اتفاقی میخواد بیفته. الان ما یه ماه از خونه بیرون نرفتم. باز شما میرید آفیس برمیگردید میاد، ولی من همه کارام هم تو همین خونه است، چون هر روزم مصاحبه میکنم با خادمین، اصلا وقت نمیکنم برم بیرون. ولی میشنوم چیزی که دارید میگید اتفاق افتاده، واقعا آدم نگران میشه برای خیلیا که عزیزانشون دیگه باهاشون نیستن. براشون دعا کردیم. هفته گذشته شنیدم که پدر عزیز برادر تونی، کشیش تونی که به زودی ایشون رو در همین برنامه خواهیم داشت، از این دنیا رفتن و به خاطر که سالمند بودن بهشون گفته بودن که به خاطر ویروس کرونا از دنیا رفتن. بعد گفتم تونی جان چطوری، جای پدر خالی نباشه، باهاش صحبت میکردم. ایشون گفتن بزرگترین درد من اینه که نمیتونم براش مراسم بگیرم. و این برای ایونت ها، برای رویدادهای های مثبت هم در واقع صادق هستش. دوتا از خادمین رو میشناسم که بچه هاشون میخواستن ازدواج کنن ولی عروسیشون کنسل شد. آریان ما ماه دیگه 20 جون قراره که ازدواج کنه، سالن هم گرفتن همه چی. و خب آدم وقتی به اینا فکر میکنه یه مدار روزه خوشی نیستش.
ولی خدا رو شکر که ما امید مبارکی داریم، خدا رو شکر که مسیح با ماست، خدا رو شکر که همدیگر داریم، با همدیگه تلفنی صحبت میکنیم، گاهر همدیگه رو میبینیم، میتونیم دعا کنیم با همدیگه و همدیگه تسلی بدیم. ولی نباید یادمون بره که برای عزیزان دعا بکنیم که واقعا امروز داغ دیده هستن یا نگران هستن، و حتما این کار رو امروز هم انجام میدیم. خیلی نکات مثبت و خوبی رو گفتید که انسان باید به این مسائل فکر کنه. من فکر میکردم که امروز حتما به مخاطبین بگم که عزیزان مواظب باشید، از خونه بیرون نیاید تا جایی که میتونید، گوش کنید حرف در واقع مسئولین. حالا نمیدونم تو ایران چقدر مسئولین به مسائل توجه دارن، ولی در آمریکا میگن این کارو نکنید. گوش کنید، من الان قبل از که شما بیاید داشتیم اخبار رو با نازنین و بتنی نگاه میکردیم، دیدم که مردم دارن برای خودشون راه میرن، نه ماسک زدن، رفتن دریا و فلان، انگار تعطیلاته. به حال ولی واقعا مهمه که ما رعایت هم بکنیم و مواظب باشیم. خیلی نکات مهمه. خب این روزا علاوه بر این چیزی که الان با هم صحبت کردیم، به اطرافیان کلیسای خودتون از دیدگاه کتاب مقدس تعلیم میدی و راجع به این موضوع چجوری صحبت میکنید؟ ببینید برادر جان، یاد یک دعایی میفتم که این دعا شاید امروز به واسطه سه نکته‌ای که در خودش داره بتونه خیلی به ما کمک بکنه که یک دیدگاه بسیط‌تری نسبت به وضعیت و شرایطی که درش قرار داریم به ما بده. دعا اینطور میگه که دعا میکنم که خداوند به من این قوت و این توانایی رو بده تا تفکرم عوض بشه و این گونه فکر کنم تا چیزهایی رو که نمیتونم یا قادر به تغییرشون یا عوض کردنشون نیستم رو قبول بکنم. نکته دوم میگه به من شهامت بده تا چیزهایی رو که میتونم تغییر بدم، مرسی از اینکه برگشتی ناتان جان، تا چیزهایی رو که میتونم تغییر بدم رو، این شهامت رو داشته باشم که در راستای عمل کرد انجام بدم و شروع به تغییرشون بکنم. و نکته سوم این دعا این استش که میگه خداوند به من این حکمت و این توانایی فهم رو بده که بین اولی و دومی تشخیص بدم که کی، کجا و چطور باید عمل بکنم. همونطور که عرض کردم، ما امروز افتادیم تو دست یک مسئله شرارتباری که قطعا از جانب خدا نیست، چون ایمان داریم که همه چیزهای نیکو از جانب خداست و این بیماری و این مرض از جانب خدا نیست و از کارهای ابلیس و از کارهای شریر هست. بنابراین ما با یه همچین مسئله خیلی حادی روبرو هستیم که کلی ها رو به زحمت و دردسر انداخته. بنابراین باید بپذیریم که در این شرایط قرار گرفتیم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. الان من در این شرایط چه اعمال و چه رفتاری میتونم داشته باشم که برای دیگران مفید و مؤثر باشم؟ چقدر میتونم، ببینید، نشستن و زانوی قم به بغل گرفتن، من هفته پیش 20 نفر رو دیدم، ولی بالاخره 20 نفر آدمن دیگه، اینا بلند شده بودن آمده بودن جلوی این بیچ لاگونا و اعتراض میکردن که آقا ما چرا به ما دولت اجازه نمیده بیایم لب بیچ. الان دردسر خوشگذرونی و بیچ رفتن نیست، دردسریه که مردم رو داره داغدار میکنه، مردم رو داره از اون سیر طبیعی زندگی خودشون خارج میکنه. من چه خدمتی میتونم در این میان انجام بدم؟ منی که تمام زندگیم رو به عنوان یک ایماندار مسیحی در اقتدار و در اختیار و در اراده خدا قرار دادم و مرتب دعا کردم که خداوندا از من به عنوان یک وسیله مهم برای پیشبرد ملکوت خودت و انجام اراده خودت استفاده کن. الان بنده چه خاصیتی اینجا در این وسط میتونم داشته باشم؟ بنابراین طبق این نظریه و طبق فرمان خداوند که در رومیان فصل 8:28 میفرماید،
برای کسانی که در اراده خدا جمع شدن همه چیز برای اونها به خیریت خواهد بود. حتی این مهلکترین رویدادی که الان ما درگیرش هستیم هم برای ما خیریت و خیریتش رو داریم میبینیم که چقدر جانها به طرف خدا داره مایل میشه، چقدر سوالات داره مطرح میشه که نتیجه عمر چیه، از کجا آمدم، برای چی آمدم، به کجا میرم، هدف این آمدن و رفتن من چی بود و در انتها به کجا دارم ختم میشم. اینا سوالاتیه که هر ذهن پویا و سالمی از خودش میکنه، مخصوصا در این شرایط حاد. و بنابراین کلیسا باید آماده باشه، کلیسا باید آماده باشه که در این برهه پیغام خدا رو نه تنها خودش عمل بکنه، در زندگیش رعایت بکنه، هر کدوم از ما که در نام مسیح خوانده شدیم، بلکه تسلی و اون آب خنکی باشیم در بیابان برای این مردم تشنه ای که دچار یک همچین بلا و مصیبتی شد. خیلی مهمه که واقعیت رو بپذیریم و از این واقعیت مفکرم بدونی که من و شما با هم هماهنگ کنیم. این همون دعایی که حضرت داوود داره در مزمور 86 میکنه، میگه خداوند روی خود تو من نشون بده، با من صحبت کن. و چقدر مهمه که ما تشخیص بدیم. به نظر میاد وقتی با بعضی از خادمینم در همین برنامه صحبت کردیم، خدا از منتظر داره که تشخیص بدیم، بفهمیم. و مسلمه او توسط کلام خودش، روح القدس و خادمین خودش با ما صحبت میکنه، تشخیص بدیم و بنویسیم خدا از من اینو میخواد. و غیر از این امکان داره که خیلی از افراد اگه اینجوری به قضیه نگاه نکنن از خدا عصبانی هم بشن. ولی همونطور که شما میگید که خدا دهنده چیزهای منفی نیست، دهنده چیزهای مثبت و پسر یگانه خودش رو ما داد، کلام خدا در افسوسیان میگه. و الان که خدا بهترینه برای ما میخواد، اگه ما تشخیص بدیم که خدا رو چی کار میکنه، که اگر ما به عهد عتیق و حتی عهد جدید نگاه بکنیم متوجه میشیم که مردان خدا، زنانی که با خداوند زندگی میکردن، اونها تشخیص میدادن که الان وقت چی هستش. من دیروز با چند نفر عزیز صحبت میکردم، اشعیا باب 6، اشعیا وقتی میبینه پادشاه فوت میکنه، در اسارت هستن قومش و خودش، توبه میکنه، نه فقط همین بلکه به نیابت از مردمش، و بعد میگه که خداوند من بفرست، از من استفاده کن، بذار من در این شرایط به درد بخورم به عبارتی. و مسلمه که کلیسا نقش مهمی رو ایفا میکنه و حضور کلیسا میتونه خیلی مثمر ثمر باشه. مردم هم دارن به ما نگاه میکنن، فامیلامون، خانوادهمون، همسایه‌مون، اعضای کلیسا ما نگاه میکنن که اون شخص که دیروز گفت هللویا آمین، خداوند منو بفرست، از من استفاده کن، من حاضرم جانم بدم، آیا چجوری با این شرایط واکنششون میده و عکس العمل نشون میده. بعد از فیروزاجی به این موضوع صحبت کردیم، سوال بعدی من اینه که ماموریت کلیسا و در این شرایط فعلی مسئولیت کلیسا دقیقاً چی میتونه باشه از دیدگاه شما؟ ببینید، دیدگاه من دیدگاه کتاب مقدسه، من حرفی از جانب خودم هیچ وقت ندارم برادر بزنم. دیدگاه کتاب مقدسم این استش که مسیح را زندگی کنید، مسیح را اعلام کنید. مسیح را زندگی کنید، مسیح را اعلام بکنید. در وهله اول یک ایماندار مسیحی باید یک مسیح کوچک باشه. و دقیقاً جاپای عیسی مسیح خداوند، اون الگو و اون سرمشق و اون نمونه عالی و کامل ما حرکت بکنه. اما چه کار بکنیم؟ کارهای بسیاری هست. من خدمت شما و مخاطبینتون عرض بکنم برای تشویق و برای اینکه اینم یک راهی هست. ما همون هفته اول این ماجرای کرونا، برادر جان، کلیسا تصمیم گرفت که یک گروه بشارت خاص رو شروع بکنه، به این معنا که ما از بانوانی که در منزل هستن و خب قطعا به خاطر این موضوع نمیتونن خارج بشن، خواهش کردیم که در دو جبهه عمل بکنن. جبهه اول گفتیم که شماره تلفن افراد رو به دست بیارید، ایرانی ها رو به دست بیارید. و در وهله دوم گروه دوم بودن که گفتیم که این عزیزان مسئول هستن، زنگ بزنن به مردم، تلفن کنن با یک جمله: ما به شما زنگ زدیم تا برای شما دعا کنیم،
و بگیم در این روزهای تنهایی و افسردگی و اندوه و نگرانی و ترس ما در کنار شما با دعا ایستادیم. و باید به شما بگم که انقدر تأثیر خوبی داشت، انقدر پاسخها مثبت بود، انقدر مردم با اشتیاق پذیرفته بودن که براشون دعا بشه که خیلی زود این گروه کارش رو گسترش داد و الان گمان میکنم با ایران هم در ارتباطن، یعنی به ایران هم زنگ میزنن. دقت میکنید؟ خدمت کلیسا این است که محبت خدا رو که در عیسی مسیح به این جهان آشکار شد رو اعلام بکنه. تا زمانی که در میان مردم هستیم، خب مردم ما رو میبینن و اون عطر خوشبوی مسیح به مشام میرسه. در زمانی هم که شرارت داره اینجور گستاخانه عمل میکنه و مردم رو گرفتار خونه کرده و بیماری، ما هم از این طریق عمل میکنیم. ما هم از طریقهای مختلف، الان این طریقی که شما دارید طریق تکنولوژی جدید و میتونیم خیلی راحت از این ور شهر به اون ور شهر و اقصا نقاط دنیا با مردم ارتباط داشته باشیم، به نظر من ایدئال ترین فرصت هست که به یاد بیاریم خواهران، برادران، دوستان، فامیل، آشناها و بدون رودرواسی. امروز دیگه کار از رودرواسی گذشته، گوشی تلفن رو برداریم، بهشون زنگ بزنیم و ازشون سوال بکنیم آیا عیسی مسیح رو میشناسی؟ آیا علاقمند هستی او رو بشناسی؟ آیا علاقمند هستی در مورد کلام خدا چیزی بدونی؟ من گمان میکنم الناتان جان ملت ایران ملتی هستش که خدا رو دوست داره ولی نمیدونن راهش چجوریه. و اگر خدا کمک بکنه که حقیقت رو پیدا بکنن، ملت ما نسبت به خدا ملت غیوری هست اگر در جاده صحیح و درست بیفته. این دعای ماست. آمین. واقعا هم همینه. برای همین ما زندگیمونو گذاشتیم برای اینکه مردم چیزی که ما تجربه کردیم سالا پیش و خداوند محبت کرد ما رو نجات داد و باش آشنا بشم. فیض خداوند که الان یکی از بهترین موقعیت هاست که خداوند برای کلیسا به وجود آورده و اون عبارت که گفتید واقعا باشه که ما زانو به بغل نگیریم و قصه بخوریم برای این شرایط، بلکه دنبال فرصت بگردیم. ما یعنی که به حال دعا میکردیم که یه جوری ایرانی ها و اقواممون نجات پیدا بکنن، از این موقعیت ها استفاده کنیم و بشارت رو بدیم. بایدم در زمان جنگ ایران و عراق همین اتفاق افتاد، کلیسا نقش مهمی داشت. ما موقع در کلیسای جماعت ربانی تهران بودیم و دوستان البته جوانتر بودم، دسته دسته می رفتن برای مناطق جنگی و موقعی که به حال عراق به کویت حمله کرده بود، کویتی ها آمده بودن به ایران، کردا سلامیده بودن، می رفتن غذا می پختن، می رفتن بهشون می رسیدن، خدمت می کردن و نه فقط همین بلکه انجیل رو با اونها در میون می زاشتن. الان موقعیت خوبی نیست، میدونم که خیلی ها گرفتارن، میدونم که کارشون رو از دست دادن و شرایطشون سخته، ولی از طرف دیگه موقعیت خوبیه برای کلیسا که از این دیدگاه نگاه کنه چطوری من میتونم انجیل رو موعظه کنم. من میبینم بعضی از دوستان در شبکه‌های اجتماعی انجیل رو به دیگران میگن، حالا یا پیام‌های خادمین رو میذارن یا خودشون یه پیام میذارن، ولی میبینم بعضی هم هستن که انگار مثل توتی یک چیزی رو که یه نفر گذاشته اونها هم شروع کنم فقط فرستادن. من بعضیا رو بعد از فیروز بلاک میکنم چون واقعا خسته میشم که مثلا یه تصویر رو 100 نفر دارن برای من میفرستن، میخوام چیکار کنم آخه؟ من خودم تو اینترنت هستم میتونم ببینم. ولی ما بیایم انجیل رو به دیگران بگیم، بیایم میدونم خب دنیا به این قضیه اینجوری نگاه نمیکنه، دنیا مردم در واقع میخندن، مسخره میکنن. مثلا فکر کنید یه تصویر دیدم چند هفته پیش که دولت میگه برید تو خونه ها و بعد یه خانمی با جاروش و عرشو داره میزنه میگه خونه برو بیرون و این بامزه بود البته، ولی واقعا الان این چیزی نیست که کلیسا باید انجام بده. اتفاقا کلیسا، من دیدم شبکه محبت هم امروز
بردرمون اشکان برده بودن در مورد کودکان صحبت میکردن که این روزها باید باشه جوری برخورد کرد. بعضی از کلیساها و سازمان ها برنامه برای بچه ها دارن میزن، کانون شادی مجازی باورت میشه و غیر و زالک. واقعا چقدر خوبه که ما بتونیم این ابداعات و این طرحهایی رو که خدا به قلب ما میذاره رو بگیم و خوشحالم که اتفاق داره میفته و دعا میکنیم که خداوند این خدمت رو وسعت بده، چون همیشه من و شما و ماها که سالهاست خارج از کشوریم دلمون برای مردم تو ایران بوده و خب الان وقتشه که بتونیم بهشون نزدیک بشیم و محبت مسیح رو به اونها بگیم. من برادر آرامایش اومده، حواسم پرت میشه، نشه درود بر شما عزیزان. آرامایش جان دوستت داریم، خیلی خوشحال میشیم تشریف بیارید در این برنامه با شما باشه. وقت نشده باهاتون تماس بگیریم، سروداتونو بشنویم، خودتون بیاید. برادر آرامایش که دوستای قدیمی ما هستن در از تهران و خاطرات داریم و روزم نشد آلمان رفتم دو سه بار فیروز جان نتونستم ببینمش، ولی خوشحال میشیم که شما هم داشته باشیم و سایر خادمی دیگه که حتما در شبکه‌های اجتماعی تشریف دارید. خیلی خب، نمیخوام وقتتون رو بگیرم ولی میخوام که در این پیرامون که دارید نکات مثبتی رو و مهمی رو بهش اشاره میکنید، برای 10 دقیقه اگر پیام و کلامی تو قلبتونه که میخواید با مردم در میون بذارید، عزیزانی که تشریف آوردن در جمع ما هستن، از این تریبون استفاده کنید، اینو بیان کنید. شما برادر انتظاراتتون انتظارات خیلی سنگینیه، 10 دقیقه صحبت از من میخواید بدون چای بدون شیرینی؟ آخه من نمیدونم برادر. این پیروز جان از پیروز کلام هم میگه شیرینی بده، من چجوری شیرینی به شما منتقل کنم؟ بهترین شیرینی فروشی نزدیک خونه شماست و حتما با خوشحالی. آره من میدونم سخنان شما، حرفای شما خودش شیرین هستش، نحوه بیانی که دارید. من فیروز رو بازور آوردم تلویزیون، یاد میاد هیچ وقت تلویزیون نمیدم، گفت رادیو خوبه و نحوه سخن گفتن برادرمون فیروز به نوعی هستش که چون رادیویی هست آدم دوست داره بشنوه، خیلی شمرده شمرده. من نه، من میگازم میرم جلو و موعظه. شما عزیزی، شما عزیزی، از شیرینی صحبت شما استفاده کنه عزیزی. حتما با کمال خوشحالی به حضور شما عرض شد که عرض کردم خدمت شما و مخاطبین عزیزت برادر جان که این روزا خیلی ساده است که ما خودمون رو تسلیم ناامیدی ها بکنیم. خیلی راحت میتونیم به خاطر همه معضلاتی که دورور ما از اندوه و غم دیگران گرفته تا زحمت هایی که حتی برای خود و خانواده خودمون به وجود میاد، میتونیم واقعا در جایگاهی بیفتیم که جایگاه انزوا، تنهایی، افسردگی و در نهایت ترس و یأس باشه. و همه ما هم میدونیم که در این وانفسا یه نفر دیگه هم هست که آتش بیار معرکه است و مرتب بنزین میاره روی این آتش میریزه و اون کسی نیست به غیر از شیطان. بنابراین اگر بخوایم کوتاه بیایم و وابدیم، ما رو غارت میکنه و زندگی ما رو دچار افسردگی و یأس. و من دیروز بود اتفاقا یک تجسسی کرده بودن، تحقیقی کرده بودن راجع به خیلی ها که این روزها میزان علاقمندی به خودکشی به مراتب بالاتر از اون حدیه که در بالاترین زمان بوده. و این به خاطر همینه، به خاطر اینه که شما اجازه بدید که این یأس و ناامیدی در زندگی بر شما غالب و چیره بشه. اتفاقی نیفتاده. به عقیده من، ما زندگیمون و تمام هستیمون در اراده خدا و زیر نظارت کامل خداست. تا زمانی که زمان برای من و ما تموم نشده باشه، هیچ کسی قادر نیست انگشت اشاره به ما بزنه و ما رو از میدان بدر بکنه، مگر اینکه خودمون بخوایم بدر بشیم از میدان. و تا اون زمان که خداوند اجازه داده، ما باید مشغول کار باشیم. عیسی مسیح خداوند فرمود تا روزه وقت کار هست، شب خواهد رسید، زمان تاریکی است که دیگه فرصت کار نیست. الان بهترین لحظه و بهترین ساعت کار هست و برای مردمی که در بیابان به دنبال آب هستند،
رسوندن کلام خدا به عنوان بهترین و گواراترین نوشیدنی میتونه جانهای خسته و شکسته و خائف و نالان رو احیا کنه، حیات ببخشه و بلند کنه. بهترین تشویقی که من برای عزیزان، برای خواهران و برادرانم دارم در حال حاضر و برای کلیسا دارم، چسبیدن به همون رومیان 8:28. ما میدونیم واقعا و ایمان داریم که همه چیز در ید قدرت خداونده و هیچ چیز از دست خداوند خارج نشده که بگیم آقا دیدی چی شد، موقعیت ها از دست رفت، الان خدام خودش دچار چه کنم شده، نمیدونه چی کار باید بکنی، کرونا خدا رو هم سورپرایز کرده. مطلقا هم چی چیزی نیست. ما خواهیم دید که از این بلای شومی که بر سر دنیا آمده چقدر برکت بیرون خواهد اومد. اوردی آمده بیرون و خداوند داره عمل میکنه و خدا داره کار میکنه. نگاه خدا، دید خدا برای زندگی دو روزه ما اینجا نیست، برای ماشین بهتر و خونه بهتر و تحصیلات بهتر و ثروت بیشتر و امکانات تجاری بیشتر نیست. نگاه خدا برای ما گذروندن ابدیت ماست، اونجایی رو که باید ابدیت و زندگی همیشگیمون رو اونجا بگذرونیم. دید خدا و دل خدا این استش که ما این ابدیت رو با او و در بهترین شرایط بگذرونیم. این صحبت محبت خداست، این صحبت عشق خداست، این همون دلیل و برهانی است که عیسی مسیح به خاطر اون اصلا تجسم در جسم رو قبول کرد و پذیرفت و به این جهان آمد. بنابراین نگرانی برای این جور چیزایی که امروز هست و فردا نیست و به این راحتی میتونه از دست بره، به اعتقاد من نه. کمان میکنم امروز خیلی ها دیگه با من هم عقیده شدن که توکل کردن به باد، اعتماد کردن به دیوار شکسته است. بنابراین بیایم بیرون و بپذیریم اون چرا که خدا از ما انتظار داره که انجام بدیم الان به عنوان کلیسا، و اینکه خدا در عریکه سلطنت خودش هنوز تکیه زده و من باید نقش خودم و جایگاه خودم و اون خدمتی رو که به من سپرده شده امروز با امانت داری، با وفاداری، با لطف و مهربانی و از همه مهمتر in a passionate way، با احساسات عمیق نسبت به خدا در وهله اول تقدیم کنم و در وهله دوم نسبت به خواهران و برادرانی که گم شدن. مسیح برای تک تک این عزیزانی که گم شدن جان خودش رو داد. مسیح آمد تا گم شده رو پیدا بکنه و من میدونم، ایمان دارم که در این شرایط سخت امروز تمام ملکوت در کاره که گم شده یافت بشه و وظیفه کلیسا این استش که ما در این راستا پادشاه خودمون رو، پادشاه آسمانی رو، فرمانده کل قوا رو دنبال بکنیم و اوامر او رو اجرا بکنیم و دنبال او باشیم و چنان که او رو خوشحال میکنه بریم به جلو. واو واو واو، واقعا واقعا اشاره کرد به شفقت، چیزی که در انجیل میخونیم که وقتی مسیح به مردم نگاه میکرد که جزامی بودن یا اینقدر دپرس بودن تو زندگی خودشون امیدی نداشتن، کلام خدا میگوید که عیسی مسیح دلش برایشان بسوخت و کلام خدا توصیف میکنه که خدای ما شبانی است که به سراغ گله میاد، به سراغ گوسفند گم شده میاد، به سراغ آدمهایی که محتاج هستن. در عهد عتیق میبینیم، در عهد جدید میبینیم که مسیح اینو بیان میکنه و خیلی خیلی مهمه که ما که مسیحی هستیم، حالا 6 سال ایمان آوردیم، 30 سال ایمان آوردیم، 6 روز ایمان آوردیم، همون دید مسیح رو داشته باشیم. خیلی ساده است فیروز جان که ما دیگران رو محکوم کنیم، خیلی ساده است که دیگران رو مسخره کنیم، چیزی که متاسفانه در این نسل ما بارها دیدیم، چه توی فیلم‌های هالیوودی، چه توی فرهنگ‌های مختلفی می‌بینیم. ولی ما که به عنوان مسیحی هستیم، ما یعنی که پیرو مسیح هستیم، انجیل اون رو میخونیم و از عقب اون میریم، بسیار مهمه که این دید داشته باشیم که اتفاقا ما مسئولیت مهمی داریم. من فکر میکنم اینقدر که خدا از ما
طلب مسئولیت خواهد کرد یک روزی که در حضور او میستیم از رئیس جمهور آمریکا نمیکنه. درسته که مقام ایشون بالا سلام، ولی از من و شما، از کلیسا میپرسه در این ایام چه کردی، در این دوران چه کردی، چه بیان کردی و چگونه به عنوان رهبر روحانی تونستی که تأثیر بذاری بر جامعه خود، بر اون عصری که پر از ترس و نگرانی بود. بعضی خادمین مثل ارمیا ما میبینیم که در چنین دوران گریه میکردن، نبی گریان بود، مرتب دل شکسته بود از ناعدالتیایی که وجود داشت در اجتماع خودش، از اینکه مردم شبان خوبی نداشتن و اینکه اصلا مردم گناهکار بودن. اشعیا همینطور بود و بسیاری از مردان و زنان این دیدو داشتن دارن و امروز نوبت ماست که واقعا نه فقط به فکر خودمون باشیم. دو سه بار اشاره کردید، برای منی هم که از دره مرگ عبور کردم چند ماه پیش، دیگه اگر آدم بخواد یه ذره به این دنیا فکر بکنه در واقع دیگه چیزی وجود نداره که بخواد بهش دل بنده. واقعا برای ایام اینجا هستیم. خداوند یک ددلاینی رو مشخص کرده. من امروز دوش میگرفتم، در برنامه دیگه گفتم، بودم من بیشتری فکرها و چیزها رو باقی دوش گرفتم، خداوند میگه میگرفتم، بودم خداوند تو برای ایام من اینجا مقرر کردی، تو میدونی که کی من از این دنیا میام نزد تو. و چقدر مهمه که ما بتونیم در این روزها تاثیرگذار باشیم و بتونیم مفید واقع بشیم برای پیشبرد ملکوت خودش. اگه چیزی دارید بگید، اگه نه من خواهم در پیرامون چیزی که گفتی چند تا نوت برداشتم، چند لحظه با هم دعا بکنیم. در خدمتم برداشت. آره دوستان، در فیسبوک، در یوتیوب، در اینستاگرام، هر جا که تشریف دارید، میبینم تعداد خوبی هم در اینستاگرام تشریف دارید، بیایید با هم دیگه دعا بکنیم. میدونم که خیلی مطالب دارید بنویسید، بپرسید، حتما کیش فیروز در چند لحظه بعد به شما میگن چطوری میتونید باهاشون تماس بگیرید، به طور خصوصی باهاشون صحبت کنید. ولی چند لحظه نه لایک بکنیم، نه قلب بفرستیم، نه سخنی بگیم، دعا بکنیم با هم دیگه. در این روزها و ایامی که کلیسا باید نقشی داشته باشه، به طرز خاصی من هم هدایت میشم که دلمون رو به حضور پدر بریم، همونطور که در مزمور 86 ابتدا خواندیم، بیایم به حضور پدر بگیم خداوند به تو محتاجیم، خداوند به حضور تو میای مسیح زنده. تو میدونی که در این جمع، در این جمع کوچک خداوند، عزیزان ما نیازشون چی هستش ای خداوند؟ آیا جز اون دست افرادی هستن که دلشون شکسته، شاید تصمیم میگیرن که خودکشی بکنن، جز اون افرادی هستن که نظر مالی تحت فشار هستن، جز افرادی هستن که هنوز مسیر رو نشناختن؟ نمیدونم ای خداوند، تو از دلاشون با خبری ای خداوند. الان با خادمت به حضور تو میایم خداوند، با عزیزانی که اینجا هستن ای خداوند، به حضور تو شفاعت میکنیم، نه فقط برای خودمان ای خداوند، بلکه برای دیگران ای خداوند. حقیقت اینجاست که ما از مرگ نمیترسیم، حقیقت اینجاست که ما نگران فردای خودمون نیستیم ای خداوند، ولی عده زیادی هستن ای خداوند که امروز این امیدو ندارن ای خداوند، بنا به دلایلی هنوز تو رو نشناختن ای خداوند، بنا به دلایلی هنوز به این درجه روحانی نرسیدن و مطمئن نیستن که حقیقتا تنها نیستن ای خداوند. براشون شفاعت میکنیم، دعا میکنیم ای خداوند، برای عزیزانی که هنوز نفهمیدن که به عنوان مسیحان کوچک میتونن رو جامعه خودشون تأثیر بذارن، میتونن مفید واقع بشن ای خداوند. دعا میکنم اگر امروز کسی احتیاج داره او را ملاقات کنی، با قلبش صحبت کنی، همین الان لمس کنی خداوند، همین الان ملاقاتی تازه بکنی و ما را مسیحیان جدی بسازه خداوند، مسیحیانی که حقیقتا میدونن که مسئولیتشون، میشنشون خیلی خیلی بالاست و باید تأثیر داشته باشن در این دنیا و در اطراف خودشون ای خداوند. دعا میکنم برای هر عزیزی که الان نیاز داره ای خداوند. خداوند خیلی ساده است که دیگران بگن من نیاز دارم، یکم بگه بله کمکت میکنم، که تو از آدما استفاده میکنی، ولی چقدر قشنگه که اونها نیازشون رو به حضور تو بیارن ای خداوند. چقدر مهمه که بدونن که مثل چشمان غلامانی که بر آقای خودش هست، اربابشون عیسی مسیح هستش که میتونه هر نیازی رو بر حسب دولت خودش برآورده کنه. خدا در این ایام دعا میکنم با ما صحبت کنید، در این ایام دعا میکنم ما رو ملاقات بکنید، در این ایام با ما سخن بگید خداوند و فیض عطا بکنید خداوند عزیز که قدم بر اثر قدم های تو بگذاریم. تو یک دیدی داری الان ای خداوند، تو یک فکری داری الان ای خداوند،
باشه که ما فکر و دید تو رو بفهمیم ای خداوند، لمسش کنیم و مطابق اون قدم برداریم ای خداوند. متشکریم که این کار رو بکنیم، متشکریم که تو میشنوی ای خداوند عزیز. فیروز جان شما هم دعا بکنیم، با شما آمین میگیم و دعا میکنیم. هللویا. آره خداوند، شکرگزاری و قدردانی های خودمون رو پدر به نام عیسی مسیح به حضور مبارک تو تقدیم میکنیم. ممنون هستم برای فرصتی که عطا کردی تا از این طریق هم بتونیم خداوند نام عزیز تو رو احترام بکنیم. دعا میکنم خداوند به نام عیسی مسیح برای این روزها، روزهایی که زحمت و بیماری درد سرساز شده برای همه مردم دنیا، دعا میکنم خداوند که کلیسا رو به جمیع سلاح‌های آسمانی مجهز کنی خداوند، و دعا میکنم کلیسا رو قوت عطا کنی تا در راستای روزهایی که در پیش هست خداوند شاهدین امین و پر از روح برای تو باشن. دعا میکنیم خداوند برای تک تک افراد که تفکرشون رو خداوند در این روزها عوض بکنی و تفکرشون رو به روی واقعیت‌هایی که اساسی و مهم هست در زندگی، یعنی وجود عزیز خودت خداوند قرار بدی. دعا میکنم خداوند که چشمانشون رو و تمرکزشون رو بر خودت قرار بدی و بر امور آسمانی. کلیسا رو به این نحو پدر جان دعا میکنم که برکت بدی، و دعا میکنم از ما استفاده کنی خداوند تا در شکاف صخره بایستیم، تا برای مردم همونطوری که مسیح با دلسوزی نگاه کرد ما نیز با دلسوزی نگاه کنیم و خداوندا به دنبال جانهای گم شده پیغام انجیل رو برسونیم. دعا میکنم خداوندا که نگاه ما رو از روی خودمون برداری و متمرکز به خودت و متمرکز به مشکلی که خداوندا در جهان وجود داره، یعنی عدم تمرکز به تو، روی اون بگردن. فیض تو رو میطلبیم در این روزها، قوت تو رو میطلبیم. دعا میکنم پدر به نام عیسی مسیح که کلیسا و خادمینت رو مجهز بکنی به قوت و روح مبارکت از اعلی، و عطا بکنیم که مانند شاهدان امینی در وهله اول به شایستگی رفتار کرده و به شایستگی پیغام انجیل رو برسونیم، و خداوندا افرادی باشیم که باری رو از روی دوش جهان بر می‌داریم، باری رو از روی دوش مردم بر می‌داریم، باری رو از روی دوش زندگی مردم بر می‌داریم خداوندا، نه اینکه خدایی نخواسته باری هم بر دوش مردم بیشتر کنیم. فیض تو شامل حال همه ما بشه، رحمت تو و هدایت‌های روح مبارک تو که برای ما از نان روز و شب هم واجب تره. شکرت میکنم خداوندا برای برادر عزیزم الناتان، دعا میکنم برای خدمتی که میکنه، دعا میکنم او رو برکت بدی، دعا میکنم که او و خانوادش رو سلامتی بدی، مبارکتر بسازی و او رو و خانوادش رو زیر سایه بالهای خودت حفظ کنی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم پدر جان. آمین. آمین. خیلی ممنون. منم دعا میکنم خداوند در این ایام به طور خاص به ما خادمینت، کشیشان، خادمین خداوندا، تمام سرایندگان، تمام ایمانداران ای خداوندا، به طرز خاص با ما صحبت کنی خداوندا، چنان که سرنده غزل غزلها می فرماید مرا بکش تا از عقب تو بدویم ای خداوندا. باشه که این روزها نه خداوندا در پی این باشیم که دیگران چه می کنن ای خداوندا، نه در پی این باشیم که وای همه چی به هم خورد، من باید چیکار کنم، چطوری اعضامو جمع کنم، چطوری بتونم احتیاجات کلیسا رو از نظر مالی فراهم بکنم، که همه اینا مهمه، بلکه خداوند اتفاقا استراتژی حتی بگیریم ای خداوند، بتونیم دید داشته باشیم نه برای امروز فقط، بلکه برای فردایی که دنیا آزاد میشه از این ویروس ای خداوند. یا متشکریم که این اتفاق میفته ای خداوند. حقیقتا دعا میکنم با خادمین صحبت کنیم، ما رو کمک کنی خداوند که هر کدوم ما به طرز فوق‌العاده‌ای خداوند منحصر به فردی صدای تو رو بشنویم ای خداوند، در اون جایگاهی که بار قرار دادی خداوند بتونیم نام مجید تو رو معزز بکنیم ای خداوند. تو رو شکر میکنیم برای وجود تک تکشون، برکتشون میدیم ای خداوند. اگر خادمینی هستن، اگر ایماندارایی هستن که الان زیر فشار هستن از نظر روحی، از نظر
خداوند شرایط اجتماعی به نام مسیح براشون شفاعت بکنیم و میدونیم که تو که شبان شبانان هستی ایشان را فراموش نمی کنی، بلکه اتفاقا بهشون نزدیک هستی. خداوند متشکرم خداوند برای که در این دعای متحد با ما هستی. به نام قدوس عیسی مسیح زنده دعا میکنیم. آمین 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 آمین. چون تا به قلبم بود واقعا به مردم بگم، اگه گفتید آمین خدا برکتتون بده عزیزانی که تشریف دارید، به قلبم بود بگم به عزیزان که این روزها به خادمین خودتون و کلیسای خودتون وفادار باشید. میدونم که بعضی از خادمین و کلیساها استراتژیشون یا موقعیتی که پیدا کردن خیلی قشنگه، با اونا باید صحبت کرد، یاد گرفت. منم با خادمین مختلف تماس دارم، از اروپا گرفته به آمریکا همینجا، ولی خیلی مهمه که به کلیساتون وفادار باشید، به شباناتون وفادار باشید. اونها وفادار هستن مثل برادر فیروز در این روزها، نه فقط در ایام خوشی کنار شما بودن، و مهمه که شما این کارو بکنید و بیستید. چرا که اگه ما برای آینده ایران دید بزرگتری داریم، ایرانی که از این سختی‌ها عبور کرد، دیروز دیدم که در اخبار میگن که این صفرا رو برداشتن، مثلا 10000 تومان شد 10 تومان دیگه، و فشارهایی که وجود داره از نظر روحی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی تأثیرات منفی بر افراد میذاره. یکی از عزیزانی که روز گذشته با من تماس گرفته، چند روزی شاگرد ما هستن، ایشون گفت برده ناتان 18 سالمه، من کاملا افسرده هستم. براش دعا کردیم در همین مشارکت با شما، و در واقع برای آینده ایران اگر ما دیدی داریم، واقعا واقعا باید وفادار باشیم. میدونم دنیای بیوفاییه، میدونم مسیح نبوت کرده که در زمان آخر محبت بسیاری کم میشه، ولی چقدر مهمه کنار هم بیستیم اگر میخوایم که خدا و کشور ما رو برکت بده. آمین بعد فیروز. آمین آمین آمین. بعد فیروز نمیشه اینو مخفی کرد که شما یکی از بنیانگذاران وبسایت همسریابی هستید. ما رو کشتن مردم، اینقدر تماس گرفتن گفتن که ما رو معرفی کنیم به وبسایت. یه چیز کوچیکی اگه دوست دارید راجع به این وبسایت بگید، خوشحال میشم راجع به این خدمت. خب بعد جان، خدا رو شکر ما حدود یک سال و اندی، شاید یکی دو ماه پیش بود که با برادر ادوارد عزیز که ایشون هم خیلی دلش در این رابطه بود، تصمیم گرفتیم که این کار رو بکنیم و این خدمت رو شروع کردیم. و طبق گزارشی که خواهر ما خانم بهرامی مدیریت این وبسایت به من دادن، تا این لحظه، تا این روزها، حدود 1 میلیون و خورده‌ای بازدید کننده از این وبسایت بوده. صدها نفر تلاش کردن که ثبت نام بکنن، ولی از بین همه اینها فقط حدود گمان میکنم 400 نفر کوالیفایف شدن یا مورد قبول قرار گرفتن، به دلیل اینکه شرایط سخت نیست و شرایط ورود به سایت سخت نیست، بلکه الزاماً ما یک حرکت هایی رو باید انجام بدیم. این وبسایت مختص ازدواج هست و برای ایمانداران مسیحی است، بنگاه شادمانی و همسریابی نیست. بنابراین هر کسی نمیتونه واردش بشه. کسانی که از طریق کلیسا و شبانان شناخته شده معرفی میشن، فقط در این وبسایت پذیرفته میشن. بقیهشون با عرض معذرت، با همه اعتمادی که ما داریم چون خداوند به ما میگه، ولی از پذیرش همه معذور هستیم، نمیتونیم بپذیریم مگر اینکه از طریق شبانهای شناخته شده معرفی بشن، چون ما میخوایم یک کار به قول معروف پاک و مبارک و مقدس داشته باشیم برای موزل بزرگی که در جامعه ایرانی بود. آقا این همه دختر و پسر مجرد هستن که اینها نمیتونن همدیگر را پیدا بکنن، و اینجا در این رابطه اتفاقا به من اینطور گزارش دادن که چندین گروه کاپل تصمیم به ازدواج گرفتن در همین آشنایی که در این وبسایت پیدا کردن، و قرار بود که یک گزارشی هم از ازدواجاشون تهیه بشه که متاسفانه برخورد کردیم با مسئله کرونا و همه چی مسکوت باقی مونده. ولی خانم بهرامی که خیلی با درایت و با خیلی وفاداری و فداکاری داره این وبسایت رو مدیریت میکنه، و خیلی خوشحال هستم که ایشون مدیر این شبکه هستند،
همه گزارشاتی رو که تا امروز دادن گزارشات عالی و پر از برکت بوده و دعا میکنیم خدا فیض عطا کنه بتونیم به همین صورت هم به جلو بریم. آمین آمین آمین، خدا رو شکر. پس دکتر گوش کنید دوستان، باید شبان در واقع مجربی، نه مجرد، مجربی شما رو معرفی کنه. پس بازم به کلیساهاتون وصل باشید و از طریق کلیسا برید و مسلمه با خوشحالی. البته من چند نفر معرفی کردم به فیض خداوند که اگه عروسی هم خواستم بکنن بگم برده این لطن عقضشون کنه. الان شما هم دنبال شیرینی هستید برادر. آره. من نه عروسی رو خیلی دوست دارم. خیلی عروسی دوست دارم و خوشبختانه هر کیو عقد کردیم هنوزم دارم با هم زندگی میکنن. خیلی مبارکه. قبل از که اینستاگرام بره دیگه بعد خداحافظی کنیم، فردا ما یکی از دوست داشتنی ترین خادمی رو با خودمون خواهیم داشت، امیر جوادزاده که بیش از 25 6 سال هست. برادر عزیز ما رو نزدیک میشناسم. چهارشنبه حتما تشریف بیارید، همونطور که برادر فیروز امروز برکت گرفتید، حتما امیر جان شبان امیر جوادزاده رو در بین خودمون خواهیم داشت و من خیلی مشتاقم که با ایشون هم صحبت بکنیم. من خیلی خوشوقتم برادر من که خادمین شیرینی میخوریم میگن، در واقع خادمین این روزها لبیک میگن، در خدمتشون هستیم و خیلی خوشحالم که هر کدوم از یک دیدگاه و یه انگلی به این شرایط نگاه میکنن، پیغامشون میگن. من یکی از کسایی که دارم برکت میگیرم، یعنی مردم نمیدونم، فکر میکنم من مجری برنامه هستم، ولی اول اینکه با خادمین مختلف و فرقای مختلف داریم دوستی و همکاری میکنیم، فقط یه فرقه نیستش، بلکه و دوستی ما، برادری ما و اتحاد ما رو میرسونه. و دوم این که دارم یاد میگیرم، من نوت برداری میکنم اینجا، مینویسم برای خودم و خدا رو شکر میکنم که خداوند ما رو در عصری قرار داده که یه زمانی بود فیروز جان ما 20 خادم داشتیم در ایران، 30 خادم داشتیم، الان اینقدر خادمین زیادن که بعضی از اونها رو اصلا ما ملاقات نکردیم. و من میخوام بگم که در این عصر واقعا ما خوشحالیم، خوشبختیم و به زودی که درهای ایران باز بشه شاهد این خواهیم بود که خادمین مختلف به طریقهای مختلف با شیوه‌های مختلف دارن در واقع در کشورمون، در مناطقمون. ببین ما امروز خادم گیلکی داریم، خادم بلوچی داریم، خادم کرد داریم، خادم مشدی داریم، همه جور خادم رو داریم به فیض خداوند که اتفاق بیفته و ما شاهدش باشیم و ببینیم. خیلی ممنون اومدی فیروز جان. چطور دوستان میتونم با شما تماس بگیرم؟ یادمون رفت بگیم ها، ایمیلی هست تلگرام. در وهله اول تشکر میکنم از دعوت شما، خیلی محبت کردید برادر جان، خدا برکتت بده. همه عزیزانی که علاقمند هستن با ما تماس بگیرن، من همه جا هستم دیگه، از طریق های مختلف فیسبوک و اینستاگرام و خود شما، از طریق خود شما هم میتونن با ما تماس بگیرن. بله، پس اگه بعد فیروز رو پیدا نکرد با من تماس بگیرید. من دیروز یکی از دوستان از آتلانتا تماس گرفته میگه این خادم کجاست، شمارهشو داری بدی؟ و میدونم که گفتم ببینید من یلو پیج نیستم که همه رو داشته باشم، ولی این دومین بار داره اتفاق میفته. خوشحالم، این به من آمار داد که مردم زیر نظر دارن که آتلانتا با خادمی در تماسه. واقعا لذتی برم اگه من قرار با شما در ابدیت در آسمان باشم، چرا اینجا رو زمین که این اتفاق هم میفته، که چرا رو زمین در واقع ما با هم ارتباطمون بیشتر و نزدیکتر نباشه. خب محدود هستیم، یکی اون ور دنیا زندگی میکنه، یکی این ور دنیا، و ولی در واقع ولی موقعیت هایی به وجود میاد که همدیگه رو ببینیم و در خدمت همدیگه باشیم. در این چند روزی که پیش رو دارم، بنده در چند کلیسا و در چند برنامه تلویزیونی مهمان هستم، از جمله آواز افغان پنجشنبه به گمانم هستش که در واقع در خدمتتون خواهم بود و فیض خداوند میخوام راجع به اتحاد روحانی صحبت کنیم. و خیلی خوشحالم که برادرمون اندریاس رو خداوند داره استفاده میکنه در بین نه فقط افغان ها، در بین ایرانی ها، و قلب خوب و شیرینی که داره و این دعوت رو کرده که در خدمتشون باشیم و مسلما این ارتباط ها خیلی میتونه مفید واقع بشه. بعد فیروز اگر جمله آخر دارید بفرمایید و دعایی هم بکنید و با عزیزان خداحافظی کنم. از لطف و محبت شما قدردانی و تشکر میکنم.
دست خداوند با شما. پدر به نام عیسی مسیح دعا میکنم که کلیسای مبارکت رو با روح مبارکت هدایت بکنی، به جمیع راستی ها و خادمین خودت رو زیر سایه بالهای خودت حفظ بکنی و برای جلال نام عزیزت از اونها استفاده کنی. به نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. خیلی ممنون و تشکر میکنم از شما و همه عزیزانی که پشت صحنه دارن کار میکنن، مخصوصا خواهر نازنین عزیز، میدونم که کلی زحمت کشیدن و پسر نازنین شما که اون پشت دیروز هم زحمت زیاد کشیده برای این. بله، یه ما تیمی کار میکنیم. حتی نازنین چون کارمند شبکه محبته باید بره اونجا بیشتر، ولی میدونم که اینستاگرام رو ایشون روشن کرده وسطای صحبتای شما، ما گفت ببین اینستاگرام رو دوباره خاموش کن، دوباره روشن کن، بر همین اینستاگرام تموم نمیشه، ما داریم صحبت میکنیم. ولی خدا شکر برای همسرای ما، هم تو کارین جان همسر شما که خادمین وفاداری هستن، نه فقط موعظه میکنن بلکه زن در واقع همسر وفادار و مادر وفاداری هستن و این لطف خداست که خداوند به خانواده‌های ما کرده و به بسیار از خادمین این محبت داشته خداوند که بتونن از این موهبت الهی برخوردار باشن. راجع به خدمت ازدواج جوانان صحبت کردیم، اینو خداوند برای هر جوانی میخواد، خداوند برای هر ایمانداری میخواد. خداوند گفت خوب نیست که آدم تنها باشه و از دنده وی حوا رو آفرید و واقعا باشه که شاهد باشیم. چقدر قشنگ میشه که یه روزی توی استادیومی، توی کلیسای بزرگی چند هزار نفره، ما شاهد عقد بسیاری از ایمانداران مسیحی باشیم که تصمیم گرفتن از زیر فیلتر خادمی رد شدن، از زیر دست فیلتر شما عزیزان رد شدن و حالا تصمیم گرفتن میخوان ازدواج روحانی رو با هم داشته باشن. واقعا لازمه و واقعا تبریک میگم هم به شما هم به کشیش ادوارد که چنین خدمت رو کردید. ما هم در خدمتتون هستیم، کنارتون هستیم، اگر در هر قسمتی لازم باشه. برای خواهر گلمون هم بهرامی جان خدا شکر میکنیم که وفادارانه داره کنار شما خدمت میکنه و مطمئنم که خداوند راههای خودش و طریقه خودش رو داره که این اتفاق بیفته. خب عزیزان وقتتون نمیگیریم، بعد از فیروز هم بره غذا بخوره، شیرینی بخوره با چای، من به شیرینی ندادم و بره یه جای شیرینی گیر بره بخوره و دعا میکنم که شب و روز خوبی داشته باشید. و بعد برام جالبه ساعت 12 شب، 12 و نیم شب ایران مردم هنوز بیدار هستن و تشریف دارن. واقعا خدا رو شکر میکنم برای عزیزان که این برنامه رو انتخاب کردید و باشه که به فیض خداوند فردا هم توسط امیر جان بسیار از شما برکت بگیر. مرسی بعد از فیروز، سلام برسونید به همه، به خانواده، تا وقت دیگه که بتونیم در خدمت شما باشیم در یه برنامه، در یک محفلی که بتونیم با هم خدمت کنیم. عزیزید، خدا شما رو برکت بده. عزیزم، خدا نگهدار. عزیزم، خدا نگهدار.